دوست نداشتم اینطوری بفهمی. ازت نمیپرسم چرا سکوت کردی؟ چرا نگفتی؟ چرا با من این کارو کردی؟ چرا اینجا بستری شدی؟ تو ذهنم اینقدر سوال بی جواب دارم که، ولی هیچ کدوم ازت نمیپرسم، چون که هیچ حرفی نمیتونه بهونه خوبی باشه. تمام این سوالا جواب قابل قبولی ندارن. تو وقتی بین این همه مشکلات بزرگ گیر کرده بودی، تنها بودی، کنارت بودم اما در واقع نبودم. نذاشتی کنارت باشم، تو همیشه بودی، همیشه کنارم بودی، با من بودی. وجود تو بود که تونستم تحمل کنم. واسه همین چیزی نگفتم. نمیخواستم تو چشات اشک ببینم. نه سهر، تو نباید گریه کنی. هیچ وقت نباید گریه کنی. اگه به خاطر من یه قطره اشکم از چشمات بریزه، من داغون میشم. اینو میفهمی؟ باید اقدامات لازم رو انجام بدیم. باید با جزئیات با هم حرف بزنیم. حرف بزنیم. ولی من اول باید برم امارت. برات لباس بیارم باشی. خبر یوسفم بگیرم. چرا سر تو اومده؟ خدایا، خدایا کمکم کن، کمک کن، من طاقت بیارم. اینا دیگه از کجا اومده؟ آی خدا، این دو چرخه ها قبلا اینجا نبود. نکنه مال اوناست؟
چه بازی بوده ها؟ من اشتباه برداشت کردم. شما کیو گول میزنید ها؟ فکر کردید با بچه طرفین؟ ولی صبر کن دویگو خانم، وایسا. من میدونم با تو. من میدونم شما چه غلطی دارین میکنین. همه رو میکنم. همه چی رو پیدا میکنم. همه چی رو ثابت میکنم. کجاست؟ کو؟ ببین، بیا، دقیقا همونطور که فکر میکردم. آخ آی دروغگو، آی وضعیتشو ببین. مامان جون، اونجور که فکر میکنی نیست. من کار بدی نکردم. کاری نمیکنم که تو ناراحت بشی. خب اینا چیه؟ دویگو اینا چیه؟ همه چی مشخصه دختر. تو داری از چی حرف میزنی دیگه؟ نه همچین چیزی نیست. من راستشو بهت گفتم جناب سرهنگ، فقط همکارمه. همه چی بازی بود. بازی بوده؟ واقعا؟ فکر و ذهنت خوشگذرونی و بازیه همینطوره؟ اصلا آبجیت گم نشده نه؟ ولی تو همش به خوشگذرونی فکر میکنی همینطور نیست؟ آبجیتو فراموش کردی. تو آبجیتو فراموش کردی. تو دنبال زندگی خودتی. فقط به فکر خوشگذرونی. بابا من از درد نمیدونم چی کار کنم. خودمو کجا گم و گور کنم. تو دنبال خوشگذرونی مگه نه؟ والا دویگو حتی منم حدس نمیزدم اینجوری باشی. خدا خودش هدایتت کنه. متاسفم واسه هر دوتا تو، متاسفم. تو همون محبوسه تا مجازاتشو بکشه، تا عقلش بیا سر جاش. ببینم یه بار دیگه با مردایی که نمیشناسه اینور اونور میگردی یا نه. دوستشه مثلا، پاهاتو میشکرم دختر، میشکرمشون. اگه یاسمین نخنده تو هم نباید بخندی. باشه آروم باش. مامان چرا به حرفم گوش نمی کنی؟ میگم من و علی فقط با هم دوستیم مامان. ساکت شو، بی آبرو. از خیانتات دیگه خسته شدم. خب الان چی کار کنم؟ دست و پا بسته منتظر بمونم؟ دخترم این چه بلایی بود سرمون اومد؟ تو هم حالت بد شده عزیزم، اصلا نشون نمیداد. همیشه استوار و سر پا بود. متوجه نشدی؟ خب مریضی سخته دیگه دخترم. اما ما یه خونوادیم، دست به دست هم میدیم و حلش میکنیم. ناراحت نباش.
تو هم خبر داشتی مگه نه؟ چطور این کارو با من کردی؟ چطور همچین چیزی رو از من مخفی کردی؟ من نباید میدونستم؟ ازمون قول گرفت نمیخواست ناراحت بشین. داداش چنگیز، من برای اون جونمو میدم، جونمو. ناراحتی یعنی چی؟ اگه میدونستم بیشتر مراقبش میبودم. 3 روز داداش چنگیز، 3 روز ندی، 3 روز بزرگی که من از زندگیش دزدیدم، عمر با ارزششو، 3 روز از وقت قشنگشو دزدیدم. شاید این 3 روز ارزش یک عمر رو داشت، 3 روزی که احتمال درمان داشت و میدونین هیچ انتظار بی پایانی هم نداشت. الان از اون عصبانی باشم یا از شما، یا به خاطر این که متوجه نشدم از دست خودم عصبانی باشم. کجا میرین سهر خانم؟ امارت. باید وسایل یامانو بیارم. منم با شما بیام؟ لازم نیست داداش چنگیز. میخوای من برسونمت؟ نه، من میخوام تنها باشم. بدتر بشی، دونه بدونه تاوان بی احترامیایی که بهم کردی رو پس میدی. به زودی به پاهام میافتی دختر. مامان جون، علی فقط سعی داشت کمکم کنه، چون وقتی تو رفتی من نابود شدم، از هم پاشیده بودم، به کمک نیاز داشتم. تو چی داری میگی دختر ها؟ تو چی داری میگی؟ فکر میکنی من نمیدونم تو کی هستی؟ نمیبینم چه غلطی داری میکنی؟ همین که من رفتم گل از گلتون شکف ندویگو خوش گذروندی، مامانت رفته و جشن گرفتی. آره مامان، همچین چیزی نیست، قسم میخورم نیست. من سعی کردم بهت زنگ بزنم، باهات حرف ببینم بزنم. کی؟ ها؟ وقتی داشتین مسابقه دوچرخه سواری میذاشتین؟ این یعنی چی؟ اونا رو علی برای اینکه یاد بگیرم گرفته؟ علی گرفته؟ آره. تو هم بدون اینکه خجالت بکشی داری میگی؟ تو چقدر بی آبرو هستی. اما وایسا، من بهت نشون میدم. مامان وایسا، کجا میری؟ مامان صبر کن، داری کجا میری؟ مامان نه، مامان این کارو نکن، تو رو خدا مامان نکن، تو رو خدا مامان صبر کن، خواهش میکنم این کارو نکن. این کارو نکن مامان، تو خدا. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چون هدیه قشنگ تو تیکه تیکه کردم؟ با گریه کردن چیزی حل میشه دویگو؟ گریه کن. من به خاطر آبجی دارم نابود میشم، تو بدون خجالت به عشقت فکر میکنی. لعنت به اون روزی که تو رو به دنیا آوردم. لعنت بهت. Thank you.
آزمایشات نشون میده که کبد آقای امان متاسفانه داره از کار میفته. الان تنها چاره ای که داریم فقط پیوند عضو. متاسفانه کبد آقای امان داره از کار میفته. یا قدرت بدی بیامان و به من قدرت بدی، بهمون قدرت بده طاقت بیاری. اگه یامان چیزیش بشه، اگه اون بمیره، من چه زن بدبختیم. یاسمینو از دست دادم، کافی نیست. این دخترم هم اینجوریه. مامان جون تو رو خدا خودتو اذیت ول کن، به هم دست نزن. با چه جرأتی ها؟ این چه جرأتیه؟ این اینجا چی کار میکنه؟ اگه تو بهش نگی میتونه بیاد اینجا؟ حتما تو بهش رو دادی. بهت گفته بودم دخالت نکن. یالا بودو، برو پیش عشقت. چرا وایستادی؟ یالا برو دیگه، برو شکایت منو بکن. همه چیزو ریختن وسط، همه چیز رو ریختید وسط، هیچ کدومتونم خجالت نکشیدید. مامان صبر کن، التماس میکنم بیا بشین. برو، دست نزن بهم، دست نزن. هی کاش نمی اومدم، گفتم بچه‌مو تنهاش نذارم، اما اگه میدونستم این وضعو میبینم می اومدم. من اونجا خوب بودم، تو رو نمیدیدم، نمیدونستم چه غلطی داری میکنی. خجالت بکش. خدایا کاری کن دوباره با یامان از این در برم تو. خواهش میکنم اونو به ما ببخش. سحر، آقا چنگیز تماس گرفت، وضعیت آقای امانو گفت. خیلی متاسفم سحر. وضعیتش چطوره؟ بهتره؟
بهش فشار نیاریم. مشخصه که شوکه شده. اصلا مشکلی نیست، نترس، به خاطر داروه. نبود، خوب نبود. یه برنامه جدید می‌ریزم. کاری؟ درست گفتی، هم در مورد کار هم زندگی. یه برنامه جدید تنظیم می‌کنم. چند لحظه دیگه مشاوره و حسابدار شرکت میان اینجا. حالا چرا اینقدر عجله می‌کنی؟ هنوز که حالت خوب نشدی. مدت زمان زیادی من به کارم نمی‌رسم. راستش باید یه سری چیزا رو رو به راه کنم و فقط اون نیست. خب کارهای نیمه تموم خیلی زیادی دارم. شاید یه بلای سرم اومد. نمی‌خوام کارم بمونه. میدونستی چی به سرت میاد؟ زمانی برای از دست دادن نداریم. تو زندگی خیلی برامون با ارزشه. زمانو نمیشه متوقف کرد. شاید فقط خاطراتمون باقی بمونند. قدرت اونا برای شکست زمان کافیه. و من میخوام چیزی نباشه که با هم تجربه نکرده باشیم. هیچ چیزی. همه چی رو قبلا بهم گفته بود، ولی من با وجود این که دوستش داشتم نتونستم ببینم. یامان راستش آزمایشات نشون میده که کبد آقا یامان داره از کار میفته. انگار داشت با هم خدافیزی میکرد. تو کی اومدی پسرم؟ من که اصلا متوجه اومدنت نشدم. من تازه اومدم، دیدم نماز میخونی چیزی نگفتم. چرا اینقدر زود اومدی پسرم؟ ببینم نکنه مریض شدی. نه مجون، مریض نیستم، کارم زود تموم شد. چای تازه تم داریم پسرم، برم برات بیارم. راستی علی، میدونستی که دوباره سمیر خانم برگشته؟ امروز دیدمش، اومد و خیلی خیلی با عجله گذاشت و رفت. نتونستم بهش بگم خوش اومدی. چشم دویگو روشن پسرم، بالاخره به مادرش رسید. آره همه جون میدونم. خوبی؟ اگه کمک ازم برمیاد لطفاً بهم بگو.
الو، چطوری دخترم؟ مادرت برگشته؟ آره خاله جون برگشته. مادرت بیچارم کرد دخترم، به سختی تحمل کردم. واقعا خواهرم غیر قابل تحمل بود. نمیدونم تو چطور میتونی تحمل کنی. فقط میتونم بگم خدا بهت صبر بده. راستش خیلی سرسخت و خیلی ظالمه. منم راستشو بهش گفتم، یکم ناراحت شدم، اما خب منم فشار خون و قند دارم، اعصابم نمیکشه دیگه دخترم. دختره بی حیا، ببین داره با دوست پسرش صحبت میکنه. الان خودم نشونت میدم. باشه فهمیدم خاله. خاله، نمیدونستم اینقدر اذیتت کرده. برو خدا منو ببخش، اما اون مادرمی باره روی دوشم نیست. به خاطر همه چیز ممنونم خاله جون. باشه باشه، بعدن حرف میزنی. خداحافظ. دختره دروغگو، دختره کلاه بردار، تو فقط میتونی خالتو گول بزنی. ولی کور خوندی دختر جون. من محتاج هیچ کدومتون نیستم. محتاجتون نیستم، اصلا محتاج هیچ کدومتون نیستم. حالا میبینی، نشونت میدم. من رو دست تو نموندم دختر جون، نموندم. منو ببخش، ببخش. چطور نفهمیدم؟ چطور واقعیت رو ندیدم؟ آخه من چطور تنهات گذاشتم؟ اگه دستتو نگیرم و روز صبح نبینم، برام هدیه خریدی؟
سهر، اون بی نهایتی که توش گم شده چشمای توی، اون بی نهایت تاریک نیست، مثل رنگ دریا براقه، روشن و پر از حس زندگی. هر وقت خواستی منو ببینی به صورت خودت نگاه کن، اونجا خوبی و زیبایی و صداقت و عشق. آرزویی جز این که همیشه کنارت باشم ندارم، اونم تو ابد. به صورت خودم نه، فقط میخوام تو رو ببینم، فقط تو رو. ساعت بابامه کار نمیکنه. تعمیرش میکنیم، خودتو ناراحت نکن. تاریخ مرگ پدرم، برای اینکه فراموشش نکنم اینجا حکش کردم. خیلی جوان بود وقتی مرد، همسن من بود. نه اون خوب میشه، پیوند کبد انجام میشه، خوب میشه، هیچ وقت تنها نمیذاره و نمیره. خدایا من چی کار کنم؟ تو بهم کمک کن. آخه چطوری تو چشاش نگاه کنم وقتی قدرتی ندارم؟ چطوری کمکش کنم؟